سلام رفقا، اگر همین الان دارید لول اپ میکنید با چیزایی که من توی این ویدیو بهتون میگم همین حالا دست از لول اپ کردن برمیدارید. واقعا خبرهای پشپریزونی دارم براتون، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اسپانسر این ویدیو کانال اوستا هستش که با بالاترین قیمت گل رو ازتون میخره و با پایینترین قیمت محصولات بیریزار به علاوه اگزیل لگ و سایر محصولات دیگه رو بهتون میفروشه. نحوه تصفیه کردنشون هم دوستان خیلی سریع هستش. اگر میخواید آنی بفروشید زیر 1 دقیقه پول واسهتون کارت به کارت میشه و اگر میخواید با اوردر بفروشید زیر 8 ساعت حتما پول واسهتون کارت به کارت میشه. لینک دیسکوردشون داخل دیسکریپشن هست، حتما دوستان به چنلشون سر بزنید. تیم بیلیزارد داخل بلیزکون وقتی که داشتن ریلیز کاتاکلیسم کلاسیک رو اناونس میکردن داخل جزئیاتش به این اشاره کردن که قراره سرعت لول اپ رو داخل کاتاکلیسم کلاسیک سریعتر هم بکنن حتی از اون اورجینالی که بودش. دوستان ناکنید طبق همچین چیزی که بلیزارد گفت ما قرار یه چیزی فقط به این ویدیو اضافه کنیم، ولی چیزهای دیگه که ما قرار داخل این ویدیو بهتون بگیم چیزهایی هستن که همین حالا داخل بتای کاتا کشف شده هستن و حتی حرفای خود بلیزارد هم داخل همین بتای کاتا درک میشه و از این بهتر نمیشه. خب چه اتفاقی افتاد و چه چیزی بلیزارد پیاده کردش در واقع که شما داخل 11 اردیبهشت یعنی یک هفته دیگه چهارشنبه که پرپچ کاتا میاد قشنگ مشاهدهش میکنه چه چیزایی تغییر میکنه؟ دوستان داخل این پرپچ کاتا تقریبا لول اپ کردن از 1 تا 80 تایمی که از شما میگیره نصف میشه. حالا چطوری؟ بذار بهتون بگم. دوستان ناکنید ما 20% داخل کاتا اورجینال از لول اپ 70 تا 80 کاهش پیدا کردش. اوکی، یعنی هر تایمی که یا حالا هر مقدار XP که لول 70 تا 80 از ما میخواست 20% کاهش پیدا کرد که میشه تقریبا گفتش که اومد روی از ارزم به حضورتون 1.5 میلیون هر لولی تبدیل شد به 1.200.000 داخل کاتا اورجینال. اما داخل همون کاتا اورجینال پچ های آخر همون کاتا از حالا 1.200.000 شده چقدر؟ 800 تا. پس ما تا الان میدونیم که داخل کاتا اورجینال حالا همون 10 سال 15 سال پیش حالا دقیقا من نمیدونم ما واسه لول اپ کردن 70 تا 80 هر لول 800 هزار تا XP میخواست. پس همین الان شما متوجه شدید که از 1.5 میلیون XP فقط کاتا بیادش بدون هیچ تغییری میشه 800 هزار تا. اما خبرات همینجا تموم نمیشه. دوستان ناکنید میخواییم حالا از نورسرم بگذاریم بریم سراغ اوتلند. 60 تا 70 ما الان 50% ایسپیوف هم داریم. همین الان اگر بخوایم از 66 مثال بریم 67 500 هزار تا ایکسپی میخواییم. حالا همین 500 هزار تا ایکسپی داخل بتای کاتا شده 300 هزار تا، یعنی بلیزارد به علاوه این که نورسرم رو نرف کرده اومده اوتلند هم نرف کرده. اوتلند که شما روزی میتونستین 4-5 لول تا 6 لول بالا بیارید فقط با دانجن زدن، فکر کنید بیشتر هم نرف شده و هر لولی به جای اینکه 500 هزار تا ازتون بخواد 300 هزار تا ازتون میخواد و همچنین شما 50% ایکس بی باف دارید و همونطوری که خودتون میتونید از گیرو هرلیوم استفاده کنید که میگم اینا رو همه رو با هم دیگه جمع کنید و حساب کتاب کنید واقعا یه چیز پش بریزون میشه که مثلا شاید داخل نیم ساعت یه لول بتونید لول اپ کنید داخل همون حالا پرپچ کاتاکلیز و خود کاتاکلیز در واقع. حالا باز چه اتفاقی افتاد؟ باید بهتون بگم که قضیه همینجا تموم نمیشه. چرا قضیه دارم میگم همینجا تموم نمیشه؟ به خاطر اینکه یادتونه بهتون گفتم الان هر لولی داخل حالا اون پرپچ کاتا از لول 70 تا 80 فقط 800 هزار تا XP نیاز داره. یادتونه همین اول ویدیو اینو گفتم. به این فکر کنید که بلیزکون که اومد همچین چیزی رو گفتش که قراره مثلا XP و لول اپ رو بگیرن سریعتر کنن، خودشون اومدن 30% دیگه دوباره زدن تو سر مقدار XP که نیاز برای لول اپ. یعنی شما توجه کنید که 800 هزار تا داخل پریپچ اورجینال کاتا مثلا نیاز بودش که از لول مثلا 74 بریم 75 800 هزار تا نیاز بود، الان 11 اردیبهشت پریپچ بیاد 600 هزار تا نیازه.
پشمتون نمیریزه؟ حالا یعنی دیگه تقریبا شما فکر کنید که چقدر لول اپ سریعتر میشه. یعنی فکر کنید من الان بهتون بگم، ببینید از نقطه اولی که ما شروع کردیم به کاهش نیازمند بودن XP برای هر لول، از 1.5 میلیون رسیدیم به چقدر؟ به 600,000 تا. دوستان یعنی چجوری بهتون میگم، نصفم بیشتر کم شد، اینطوری بهتون میگم، و این واقعا عالیه. و همچنان آوتلند هم نرف شد، و به علاوه تمام اینا باید به این فکر کنین که آقا همون اول 20% به خاطر خود کاتو اورجینال کم شد، دوباره 33% دوباره به خاطر کاتو اورجینال کم شد، بعدش دوباره داخل بتا دیدیم که بلیزارد اومده 20% کم کرده، بعدش من اینو نگفتم که ما 50% ایکس بی باف داریم. بابا مغز من داره منفجر میشه، انقدر قراره سریع لول اپ کنیم داخل پرپچ کاتاکلیزم. حالا طبق محاسبات انجام شده در حال حاضر در لیچ کینگ نیاز به زدن 53 کوست هستش برای هر لول اپ. بعد این باید بگم که 50% ایکس باف هم داریم، البته بدون این ایکس باف اگر بخوایم حساب کنیم همین الان در بتا فقط به زدن 33 تا کوست نیازه. با هرلیوم اگر هرلیوم داشته باشید فقط کافیه که 28 کوست بزنید که لول اپ بشید، و به این فکر کنید که 50% ایکس باف هم دارید، یعنی پشماتون بریزه، یعنی تقریبا دیگه 20 کوست باید بزنید که از لول مثلا 74 برین 75. دقت میکنه؟ تازه ما فقط اینجا قرار داریم کوست زدن رو داریم میگیم، حالا دانجن زدن و حالا ماب هایی که داخل کوست شما میکشید رو ما حساب نمیکنیم، بازم بیشتر پشماتون بریزه، یعنی مغزم داره منفجر میشه. این ویدیو رو واسه چی گرفتم؟ واسه اینکه بگم آقا اینا رو بیام توضیح بدم، اینا رو که خود پیرپچ میومد خودتون میفهمیدید که نه، من این ویدیو رو گرفتم که آقا بهتون بگم میخواید لول اپ کنید 1 تا 60 لول اپ کنید، چون هیچ مشکلی نیستش در واقع، اما 60 تا 70 و شاید با لول اپ کنین، 60 تا 70 نرف میشه ولی آنچنان نرفی نمیشه که شما مثلا بخواید واسش وایسید که پریپچ بیاد. اگر میخواید 60 تا 70 هم حالا لول اپ کنین اگه خیلی بیکاری، ولی اگه میتونید مثلا برید داخل استودیو یا یه جای دیگه گولد فارم کنین پول در بیارید پول در بیارید، اما لول 70 تا 80 دیگه خواهشن لول اپ نکنید، واقعا وقت تلفیه. یعنی شما الان در حال حاضر داخل لیچ کینگ هر یه لولی که میبرید بالا انگار داخل پریپچ 3 تا لول بردید بالا، یعنی تو پریپچ سرعت لول اپ کردن 70 تا 80 سه برابر میشه. پس این درخواست منو بپذیرید و طبق توضیحاتی که من به شما دادم لطفاً لول 70 تا 80 رو بالا نبرید، خودش هم چیزی نمونده تا 11 اردیبهشت این چهارشنبه پریپچ کاتا میاد و به راحتی میتونید لول اپ رو شروع کنید. مرسی که ویدیو رو تا آخر با من همراه بودید. اگر این ویدیو به دردتون خورد ممنون میشم که واسه من یه کامنت بذارید، اگر سوالی داشتید داخل کامنت ها از من بپرسید، یه کامنت انرژی مثبتم برای من بذارید. واقعا دمتون گرم، مرسی از حمایتتون، خوشحال میشم که به چنل دیسکورد اسپانسر منم سر بزنید و حتما داخل چنلش جوین بشید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی بچه‌ها فعلا بدرود.